نتیجه پیوند سال گذشته. دوستان، این درختی که ملاحظه میکنید سال گذشته فیلم پیوندش به صورت کامل داخل کانال قرار دادم و امسال هم نتیجه پیوند رو با هم مشاهده میکنیم. یک سال از عمر این پیوند گذشته. همینطور که ملاحظه میکنید یکی از پیوندها بسیار عالی و خوب رشد کرده و یکی از پیوندها به صورت ضعیف. اگه حضور ذهن داشته باشین، ما دو تا پیوندک روی این درخت زدیم، یکی در شرایط خوبی قرار گرفته و زودتر گرفته و به این شکل رشد کرده، یکی هم رشد ضعیفی داشت. دوستان، برای اینکه زودتر سطح مقطع برش ما پینه بسته بشه، باید این پیوندک ضعیف رو هم زنده نگه داریم تا کمک بکنه با دو تا پیوند سطح مقطع رو سریعتر بپوشونه. حالا زمان هرس، حدود 3-4 تا جوانه از این پیوندک نگه می‌داریم و بقیه‌اش رو سربرداری می‌کنیم تا محل پیوندک رو به کمک هم بتونن بپوشونن که جلوگیری بکنه از امراض و نفوذ آفات. همینطور که ملاحظه می‌کنید، من این خاک‌هایی که زمان گرفتن پیوندک روی این سطح ریختم تا سطح مقطع خشک نشه و ترک نخوره و از بین نره، چقدر مرتب اینجا رو نگه داشته و سطحی که دوتا پیوندک برای کالوزبندی ایجاد کردن سطح کاملا خوب و قابل قبولیه که امسال این دوتا سطح به هم میرسن و سطح مقطع کاملا پوشیده میشه. بعد از اینکه این سطح مقطع پوشیده شد، این پیوندک و ضعیف رو باید از ته قطع کنیم که فقط ما باید روی درخت‌های گردو یک دونه لیدر داشته باشیم و از اون لیدر شاخه‌های فرعی تولید بشه. اگه دو تا پیوندک ما بخوایم روی این درخت بذاریم، هر کدوم به یک سمت خم میشه و برای گردو ایدئال نیست و تاج خوبی شکل نمیده. اینم نتیجه پیوند سال گذشته که خدمت دوستان نشون دادم. کاملا خودشون ملاحظه بکنن که پیوندی که زدیم چقدر قابل قبول بوده. این شاخه های قیم رو باید کامل جدا بکنم. امسال محل پیوندک که ملاحظه کنید دوستان، چقدر مرتب کالوز بندی کرده و این سطح و این پوست به صورت زنده مونده. خیلی وقتا اگه این پیوندک نگیره، این سطح پوست خشک میشه و از بین میره، که باید به این صورت اوریب اینجا رو برش بزنیم تا پوست بتونه بپوشونه. امسال اگه ما به این درخت فرصت بدیم، کاملا این سطح رو میپوشونه. به خاطر این خاکی که روی سطح مقطع برش ریختم، ببینید اصلا ترک نداره و هیچ بیماری هم نگرفته. پس امسال هم اینجا باید یک مقداری قارچکش بزنیم و سطحش یا با رنگ لاتکس بپوشانیم یا اینکه یک مقدار خاک بریزیم تا این ترمیمش کامل بشه. دوستان، امیدوارم که این توضیحاتم مورد قبول شما عزیزان واقع بشه.